ببینید ایران رو با ترکیه مقایسه کنید یا ایران رو مثلا با امارات مقایسه کنید، قیمت بنزین در امارات به مراتب بیشتر از ایران هست، دقت می‌فهمید؟ به مراتب بیشتر از ایران هست. قیمت خودرو در امارات به مراتب ارزان‌تر از ایران هست. سطح رفاه مردم امارات بالاتر یا سطح رفاه مردم ایران؟ البته به طور کلی درآمدشون بالاتره، ولی در این مورد خاص، یعنی در زمینه سیاست‌های خودرویی به علاوه سیاست‌های انرژی مربوط به بنزین و گازوئیل، مثلا شما می‌بینید که بنزین و گازوئیل گران‌تر و خودروهای با کیفیت‌تر به مراتب رفاه بالاتری رو برای مردم میاره تا عکسش. همین مسئله در مورد سایر در واقع مصرف کنندگان یا ادوات مصرف کننده انرژی صادقه. دقیق می‌فهمید؟ مثلا ایر کاندیشنی که ما در کشورمون داریم نسبت به کشور دیگه، می‌بینید کشور دیگه از کیفیت بالاتری برخوردار هستند. خب این رفاه بالاتری میاره، مصرف کمتر. از کجا این شروع شده؟ از اینکه قیمت انرژی میدانستند که به طور مداوم قیمت انرژی بالاتره. حالا در کشور ما برفرض هم یک شوک درمانی انجام بشود، مثلا قیمت بنزین 3 تومانی رو بکنن 20 تومان، مثلا 10 تومان، هر چه. خب ولی مردم میدونن که این دوباره تثبیت میشه میره تا 10 سال دیگه. بنابراین بازم انگیزه برای سرمایه‌گذاری، برای تغییر رفتار مصرفی، برای تغییر رفتار سرمایه‌گذاری ندارن. به طور کلی پالیسی رژیم باید تغییر کنه، یعنی رژیم سیاست‌گذاری انرژی در ایران باید به طور کلی تغییر کنه. بنابراین اگر میخواید سیاست‌های انرژیتون اصلاح بشه، اولین کاری که باید انجام بشه این است که نه اینکه قیمت بنزین را گران کنید، قیمت انرژی را گران کنید، نه، ولی قیمت نسبی نباید ارزان بشود، چون شما سیگنال میدید که مثلا نیروگاه خورشیدی تولید نشود، شما سیگنال میدید پنل های خورشیدی وارد کشور نشود. اینها واقعیت های کشور ماست که متاسفانه میبینیم در عمل کار رو به اینجا رسانده که ناترازی انرژی به شدت در حال گسترش است. یعنی شما همین که به صورت یکسان به همه یارانه بدهید، ولی از این طرف راندها رو یکی یکی حذف کنید، همین اتفاقا کشور رو میبره به سمت اینکه یک نوع برابری در کشور شکل میگیره و سطح رضایت به شدت افزایش پیدا میکنه. اتفاقا مردم همراه هستند، ولی دستای پشت پرده هستند که مشکل به وجود میارن. مشکل در مردم نیست، مشکل در دستگاه سیاست گذاریه، مشکل در سیگنال های نادرستیه که به جامعه داده میشه، مشکل در تخریبیه که در پشت صحنه متاسفانه اجرا میشه، مشکل در افراد سردمدار و مدیرانی هستن که خانواده‌هاشون رو فعلا انتقال دادن به خارج از کشور و روز خودشون رو خواهند رفت و منابع ارزی این کشور رو دارن انتقال میدن. ما یک نوع سیاست گذاری موفقی داریم، افرادی میان با سیاست‌های آلترناتیو یا جایگزین سعی می‌کنن اون سیاست رو تقلیب کنن یا از ریل خارج کنن. هدفمندی یارانه‌ها در ایران در سخت‌ترین التهابات سیاسی با موفقیت کامل اجرا شد. همین امروز همون فردی که هدفمندی یارانه ها رو در اون زمان با موفقیت اجرا کرده توبه کرده، سعی کردن دیگه این سیاست اجرا نشه. این سیاست بسیار سیاست موفقی بود. الان در کشور پیشرفته دنیا به دنبال یونیورسال بیسیک اینکام UBI هستند. UBI همون هدفمندی یارانه ها، همون یارانه نقدی مستقیم یکسانی هست که ما در ابتدای دهه 90 اجرا کردیم و آمارها نشون میده که اون سیاست کاملا در جهت فقر زدایی و در جهت کاهش نابرابری ها موفق بود، ولی متاسفانه با هوشیگری و عوام فریبی متاسفانه متوقف شد و بعدها طرحهای جایگزین ارائه شد که اون طرح دیگه اجرا نشه. طرحهایی مثل مثلا کوپن الکترونیک، کالابرگ الکترونیک، اینها رو از کجا آوردید؟ اینها طرحهای شکست خورده است. یک افتخار بزرگی که در هدفمندی یارانه‌ها در اون زمان پیش آمد این بود که تمام مردم ایران صاحب حساب بانکی شدن. این یکی از معضلات در ادبیات توسعه و ادبیات فقر. شما میخوای کمک کنی، اینها حساب بانکی ندارن، شما دسترسی به اینها نداری که کمکشون کنی. به نظر من بهترین سیاست جبرانی در سراسر دنیا و در ایران همین یارانه نقدی مستقیم یونیورسال بیسیک اینکام است. همینی که در ایران قبلا اجرا شد، موفقم بود، مجددا باید همون تکرار بشه.